سپاسگزار یکایک شما و سپاس به دکتر کوروش عرفانی عزیز و آقای بیژن افتخاری که امروز در میز گرد ما شرکت کردن. بسیار خوشم. خیلی متشکرم. درود میفرستم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خوشحال هستم که در فرصتی دیگه به غیر از برنامه‌های جمعه در خدمت شما هستم جان باشم. بنده بسیار بسیار خوشحال هستم. دیدار شما برای بینندگان غنیمت است. بسیار خوب استقبال کردن از دانش شما، از دانسته‌های شما، از آگاهی‌های شما و همچنین از جناب افتخاری عزیز ما. سپاسگزارم. بنده عرض ادب دارم خدمتتون، همچنین بینندگان عزیزی که به این برنامه توجه می‌کنن. بسیار بسیار سپاسگزار هستم که در برنامه امشب مسئله ارتباطات رو مورد توجه قرار دادید که در موردش بحث بکنیم. اون چیزی که امروز به صورت علم، اون هم به صورت یک دانش در زمینه آنچه که در گذشته ها شاید کمتر به توجه می شد و امروز به اون با توجه و دقت بیشتری می نگرند توجه کرده ایم و در این زمینه بحث می کنیم. از کجا آغاز بکنیم؟ شما شروع می کنید آقای افتخاری، از کجا آغاز بکنید؟ به ترتیب سن اگر باشه بعد از آقای عرفانی شروع. اگه به ترتیب سن باشه بنده بود جناب عرفانی عزیز. بنده باشید. عرشبت موضوع ارتباط رو مطرح کردید که در واقع دستمایه اصلی کار رسانه‌های جمعی هستش و بد نیست موضوع رو برای اینکه بینندگان عزیز بتونن بحث‌ها رو دنبال بکنن به طور دقیق از یک تعریف مشخص شروع کنیم از پدیده ارتباطات که به ما اجازه میده ببینیم آیا این پدیده در همه جا که تلاش صورت میگیره برای انتقال یک پیام در رادیو، تلویزیون، سینما و غیره آیا اصولاً این مسئله ارتباط و انتقال پیام انجام میشه یا خیر؟ و برای همین بایستی یک خطکش، یک قطنمایی داشته باشیم تا بتونیم این تشخیص رو بدیم. به همین خاطر که من ارجاع میدم بینندگان عزیز رو به یک تعریفی از ارتباطات که اتفاقاً ساخته و پرداخته یک استاد گرانقدر ایرانی آقای محسنیان هستش و در اون اینطور میگه که ارتباطات عبارت است از انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط آنکه معنی برخواسته شده یا معنی به وجود اومده در ذهن گیرنده مشابه معنی ذهن فرستنده باشه. این تعریف در خودش حرف بسیار داره چون تا سالهای سال اینگونه احساس میکردن که هر گونه تلاشی برای انتقال یک پیام به معنی ارتباط برقرار کردن هستش و بعد یک سری از پژوهشگران منتقد اومدن این تعریف رو زیر سوال بردن که به طور مثال اگر کسی سعی بکنه به زبان چینی با فردی که زبان چینی نمیدونه صحبت بکنه با وجود اینکه داره تلاش میکنه یک پیامی رو منتقل بکنه این پیام دریافت نمیشه یا اگر کسی داره در مورد یک موضوعی صحبت میکنه که آنچنان واژه‌هاش خاص هستش که طرف مقابلش این واژه‌ها رو درک نمیکنه هرچند که هر دوشون دارن به یک زبان صحبت میکنن باز اینجا ارتباط برقرار نمیشه. بنابراین این زمانی ما میتونیم واقعا باور داشته باشیم که تلاش ما به عنوان رسانه، به عنوان نویسنده، گوینده، فیلمساز، شاعر و غیره به ثمر می‌رسونه که اون معنی خاصی که در ذهن داریم بتونه به نوعی در ذهن گیرنده در واقع به وجود بیاد، شکل بگیره و میزان مشابهت معنی به وجود اومده در ذهن گیرنده و فرستنده در واقع تعیین کننده میزان تاثیرگذاری ارتباط هستش. بنابراین یک ارتباطی میتونه بین 0 تا 100 درجه یا 100 درصد در واقع عمل بکنه و تاثیرگذاریش از هیچ، از نبود به اصطلاح تاثیرگذاری تا تاثیرگذاری کامل که 100 درصد هستش پیش بره. به نظر میرسه جناب پارسال، جناب افتخاری که در بسیاری از رسانه‌هایی که امروز دارن به عنوان رسانه فارسی زبان عمل میکنن این موضوع متاسفانه نادیده گرفته شده. یعنی یه مقداری پرداختن به جنبه‌های ظاهری قضیه و صرف حضور مکانیکی برنامه ساز یا مجری برنامه در مقابل دوربین و در مقابل میکروفون این احساس رو برای او یا برای کسانی که این جمع رو، این تشکیلات رو به وجود آوردن واقعا شکل داده که اونها در حال برقراری ارتباط هستن.
در حالی که در بسیاری از موارد چنین نیستش. اجازه بدید یک مثال بزنم. چندی پیش داشتم می‌دیدم یک مجری در مورد موضوع مهمی در مورد تجاوزها صحبت می‌کردش با شور و احساس خیلی فراوان، اطلاعات خوبی را هم اتفاقاً داشت منتقل می‌کردش، ولی در لابلای صحبت‌هاش می‌گفتش که بله وقتی که فردی به فرد دیگه ریپ می‌کنه، دقت می‌فرمایید، و هی تکرار می‌کردش این کلمه ریپ رو، که برای هموطنانی که به اصطلاح زبان انگلیسی رو ندونن باید بگیم که ریپ یعنی تجاوز در زبان انگلیسی. ولی شما تصور بکنید مخاطبی که نشسته و می‌بایستی این پیام مورد نظر ایشون رو که یک پیام مشخص هستش و بار احساسی هم روش هست، بار عاطفی هم هستش، یا اینکه جنبه اطلاع رسانی داره و تلاش میکنه این رو منتقل بکنه، ما شاهدیم که فقط یک کلمه در این رشته جملات و کلماتی که داره به کار میبره سبب میشه که یک نوع سکته به وجود بیادش و در واقع اون تماس لازم برای اینکه پیام منتقل بشه و این اون چیزی که مورد نظر فرستنده هستش در ذهن گیرنده به وجود بیاد نمیادش، فقط به خاطر یک کلمه. حالا شما تصور بکنید که کسانی که در برنامه‌های خودشون به وفور از کلمات انگلیسی، برخی دارای بک‌گراند زبان فرانسوی هستن، فرانسوی، آلمانی و غیر استفاده میکنن. حالا این فقط جنبه شکلش هستش، اما این مسئله ارتباطات یعنی زایش معنی مشابه ذهن فرستنده در ذهن گیرنده علاوه بر مسئله شکل به مسئله محتوا هم مربوط میشه. یعنی شما تصور بکنید اگر من در ذهنم از کلمه دموکراسی، مردم سالاری، آزادی، عدالت اجتماعی و مسائلی از این دست تعریفی دارم که این تعریف چندان مشخص نیست، روشن نیست، توضیح داده شده نیستش، وقتی نشستم جلوی دوربین و دارم در مورد آزادی صحبت میکنم، در مورد دموکراسی صحبت میکنم، این ضمانتی میتونیم بگیم به صورت کارکردی وجود نداره که مخاطب من همون معنایی رو برداشت بکنه از کلمه آزادی، دموکراسی و غیره که مورد نظر من هستش. به همین خاطره که ما میبینیم در وسایل ارتباط جمعی تخصصی یا حرفه‌ای در واقع خیلی حساس شدن نسبت به این که فردی که داره برنامه‌ای رو ارائه میده به عنوان برنامه ساز، گوینده، مجری و غیره، حتماً و حتماً کدهایی رو مورد استفاده قرار بده، واژه‌هایی رو مورد استفاده قرار بده که مطالعات عمومی که انجام شده، نظرسنجی‌هایی که انجام شده نشون داده این واژه‌ها برای عامه شناخته شده هستش و به همین دلیل اگر مورد استفاده قرار بگیره میتونه برای اونها معنی داشته باشه. اجازه بدید یه مثالی بزنیم. خیلی از برنامه سازان من دیدم در برنامه‌هاشون از چیزی استفاده می‌کنن به اسم رسانه ملی. میگن ما رسانه ملی هستیم یا باید یک رسانه ملی وجود داشته باشه یا اینکه از رسانه ملی ما حمایت بکنید و اینا. خب مخاطب ما که در ایران هستش یا در خارج از کشور ایرانیان نشستن و دارن این برنامه رو نگاه میکنن میشنون رسانه ملی. ملی صفتی است برای کلمه ملت در واقع، یعنی در برگیرنده کلیت یک ملت هستش. زمانی که یک رسانه میاد میگه من رسانه ملی هستم، یعنی رسانه متعلق به ملت هستم، به معنی ساده کلمه اگر بخوایم دقت بکنیم. به عبارت دیگه داره میگه که حرف و برنامه‌ای که من دارم ارائه میدم در برگیرنده خواستها، مطالبات و تنوع حاکم بر ملت ایران هستش. ببینید چنین سخنی رو راندن، چنین صفتی رو برای یک رسانه استفاده کردن بدون احتیاط یا بدون تدقیق، در واقع بدون تشریح دقیق معنایی که مورد نظر ما هستش از رسانه ملی، به نظر من سبب میشه که این واژه که صفتی است بسیار زیبا، معنیدار و میتونه در جای خودش که به کار گرفته بشه خیلی هم تاثیرگذار باشه، کار واقعا راه